انگلستان 1947. وبسایت روبیکس فا تقدیم میکند. لازم نیست انقدر حساس باشی پسر، احتمالا خودکشی کردی. قربان، جالی. امیدوارم نامه خودکشیش باشه. تفکی خیلی خواب، بلندش کنی. بالا قربان، مراقب باشید. روزنامه، روزنامه، پایان اشغال ارتش بریتانیا در عراق، وسترن پست، پایان اشغال ارتش بریتانیا در عراق، روزنامه. خب سندین میتونه اسکلر رو پوچش بده. مکلود اخبار ردکلیف و جان داستان اتحادیه رو دنبال میکنه به خاطر خطاهاش. هیچ کدوم بحثای داغی نیست. اندر بودم فستیوال سی. همین میتونید برید. بهت گفتم نه، هیچ کس نمیخواد چیزی از خودکشی بشنوه. استی حالا نه، واسه تیراژمون خوب نیست. اگه خودکشی نکرده باشه چی؟ من از وضعیت اردوگاه خبر دارم. استیون پسرم، اصلا پلیس اشاره ای کرده بود که به نظرش این احتمال وجود داره خودکشی نباشه. نه دقیقا. پس لطفا صبر منو امتحان نکن. جنگ چیز وحشتناکیه و خیلی هم دوام نمیاره. آخرش هم همینه، داستان دیگه ای نیست. حرفم روشن بود؟ بله. خب ممنونم ازت، میتونی بری. بشین رو بایگانی کنیم ایزگی. ممنون. میگم روز. بله آقای آندرفو. تا حالا فستیوال سیب رفتی؟ چی؟ شب بخیر آقای آندرفو. بازم دیر اومدی. کار میکردم. متوجه. شب بخیر. شب بخیر. استقرار زودهنگام امسال به استانی ها در غرب، میزان خودکشی بیشتر شده. تمام موارد اعضای سابق ارتش از دسته دوم دهستانه، یعنی تصادفیه یا ممکنه توطئه‌ای در کار باشه. اردوگاه آوارگان بریستول. سلام. فرمایید. میخوام فرمانده. صبح بخیر قربان. صبح بخیر. اجازه بدین قربان.
قربان، سرهنگ پتروفسکی با دو تا پناهنده از استولپارک اومد. کارمون که اینجا تموم شد، به مسئولش بگو از چیزایی که کم داریم فهرست تهیه کنه، دو برابرش کن. بله قربان. قربان، صبح بخیر. مامان، ما باید بریم آمریکا. ممنونم جناب سروان. موفق باشی. مامان، به نظرت که مشکلی نیست ها؟ سرهنگ اگه میخواید بیاریدشون داخل، چند تا امضای دیگه لازمه. حتما. سرهنگ، چطوره شما و همراهتون قبل اینکه برید منزل یه صبحونه بخورید؟ چیز زیادی نیست ولی هنوز گرم. ممنونم، خیلی لطف داریم. جانت، کارت که تموم شد به دستیار سرهنگ غذا بده. چشم قربان. بعدن حرف میزنیم. از این طرف سرهنگ. سرهنگ، من استیون آندر بودم، برادر فرمانده، خبرنگار روزنامه وسترن پست. سرهنگ یانوش پتروفسکی، عضو سابق دسته دوم لهستان، مأمور استقرار دسته رابط. خوشبختم سرهنگ. منم همینطور آقای آندر بود. میفرمایین؟ سرهنگ. گفتم نه استیون. فرمانده خواهش میکنم، برادرتون میتونن بیان. شاید دوست داشته باشین نظرتون رو درباره خودکشی یه سرباز لهستانی دیگه که دیروز اتفاق افتاده. ساسانویچ، انگار زیاد تعجب نکردین سرهنگ. خب آقای آندر بود، این که یه مرد شرافتمند تمام امیدش رو از دست بده همیشه ناراحت کننده است. چرا این اتفاق میفته سرهنگ؟ مردان شبیه ساسانویچ به خاطر وطنشون جنگیدن آقای آندر بود. وطنی که حالا بخشی از شوروی شده و اونا را دشمن دولت به حساب میاد. متوجه شده بود که کل خانواده‌اش به قتل رسید. نه فرمایید سرهنگ، سندی برای اثبات این حرفا نیست. حتما باور کرده بود که به زندگیش پایان داد. شما چرا باور کردید؟ به نظر همه ما فراموش کردیم که سال 1939 اتحاد جماهیر شوروی با همکاری نازی‌ها و با همون نیت به لهستان حمله کرد آقای آندر بود. تا لهستان از نقشه محو، فرهنگ و مردمش رو نابود کنه. وقتی شوروی در سال 1944 دوباره لهستان رو فتح کرد، به نازی‌ها اجازه داد قیام برشو رو سرکوب و کمک کنن هیچ چیز مانع اشغالگری نشه. این به ظاهر انتخابات آزاد لهستان، نمایش نوچه‌های شوروی. دولت مردای واقعی لهستان هنوز در لندن تو تبعیدن، ولی هنوز به گوش بریتانیا یا ایالات متحده نرسیده و سال گذشته هیچ کدوم از اعضای ارتش آزاد لهستان در رژه پیروزی شما نبودن تا مخالفتی با رفیق استالین نکنن. برداشت شما چیه آقای آندر؟ همه چیز خوبه. درک میکنم که دنیا از جنگ خسته شده، همه خسته ایم، ولی این بهانه خوبی برای ساده دوی نیست. برادرتون در جریان؟ ایشون هنوز به عملیات دشوار تلاش برای قانع کردن دوستان هموطن من برای برگشتن به لهستان مشغوله. ولی مطمئنن نمیتونن امنیتشون رو تضمین کنن. کسی مجبور نیست خلاف میلش برگرده سن؟ بله فرمان، مسلم. بفرمایی سن، صبحونتون از دهم میفته. At the King's Arms. No, that's too public. Nah, there are only ever locals there. Fine. Eight-ish? I have to go. Mason wants to see me. Do you have to? You know I do. دفتر مرکزی اطلاعات ارتش، بریستول. بیا.
آه، ممنون استن. You're still on duty? Hardly ever see you out of uniform these days. You hardly see me at all. I know, I'm sorry, there's a bit of a flap on at the moment. Anyway, good of you to come. دعوتمون کردن به مهمونی سالانه ی خونه ی رابینسون. وای خدا، به این زودی 3 سال شد؟ بله، این نهایت خسته کننده است، ولی واقعا ازت ممنون میشم اگه تو مراسم امسال همراهیم کنی. پدر مادرت هم میان. اگه همون روال سابقه داری ترجیح میدم نیام. اگه تنهایی برم باعث تعجبشون میشه، پشت سرمون حرف میزنم. چاره ای نیست، عالی شد. یه چیز دیگه هم بگم بعدش برو. تو بهترین کسی هستی که میتونه مهربانانه این لطفو در حق من بکنه. لابودا و نوواک، دو تا آواره‌ای که امروز صبح اومدن اردوگاه تو. در جریان همه چی هستی؟ مثل همیشه. میشه این لطفو کنی و منو در جریان کارشون قرار بدی؟ حرکات، ملاقات ها، دوستاشون همینا. خب چرا؟ احتمالاً چیز مهمی نیست. یه یادداشت مهم از لندن هست. تا جایی که میدونم جای نگرانی نیست. انتظار ندارم هر روز تو بیای شهر. یه تلفن ساده هم کافیه. میدونم که درگیر حواشی بازگشت به میهن یا سرش شلوغه. بله. همینا بود؟ خب دیگه باید برگردم. خواهش میکنم، وقتتو نمیگیرم، ولی اگه بشه که این مسئله بین خودمون بمونه. حتما. پس قبوله دیگه. چی؟ مهمونی خونه رابینسون؟ آره، آره، باشه. میدونی چرا اومد خواستگاری؟ میسون واقعا هیولایی که تو ازش ساختی نیست. بس پدرت حق داره تو رو به بالاترین پیشنهاد بفروشه. اونا تصور میکردن که میسون شوهر خوبیه. اونا فقط خوبی منو میخوان. خبر داره؟ نه، ازدواج برای اونا به معنی عشق نیست. خودم هم میخواستم باهاش ازدواج کنم، عاشقش بودم. چیزی که الان میدونم و اون موقع نمیدونستم، ولی عشق من و تو یه چیز دیگه است. استیون، ما جدا شدیم. ازش متنفرم. یعنی میگی چی کار کنم؟ اونو رها کنم، شغلمو ول کنم، به خانوادم پشت کنم و با تو به لندن فرار کنم؟ ممکن نیست. نمیدونم چقدر به داستان بزرگ تو ایمان دارم، چون اگه سرهنگ لهستانی راست بگه تو چیو میخوای ثابت کنی؟ و اونا انقدر بدبختن که این خودکشی ها هنوز هم ادامه داره. خودکشیه، نه چیز دیگه. شب بخیر آقایان، سفارشتون چیه؟ این چنده؟ 4 پنی. اون چی؟ 3.5 پنی. دو تا ویژه لطفا. خوکای کسی. مسپیانه برش کن.
بازم میخواید قربان؟ بله. ای کارگرای بدبخت، میگن دفعه بعد میخوان بفرستنشون معدن. جنگ تموم شده. من که میگم واسه این آشغالا رو برگردن، جای اینکه شغل بچهای ما رو بهشون بدن. به خاطر بلشویکا نمیتونیم برگردیم. بچه همه جا سرخا در کمینتن، چون این کشورم حزب کارگر میگردونه. تو هیچی نمیدونی. کی از تو پرسید لهستونکی؟ من لهستانی نیستم، من روسم. به من چه؟ سر تا پای کرباسینگام چه خوند؟ زود باش کنم شا دیگه. دیگه هم بر نگرد. اینجا جای شما نیست. هسته دیگه بیل بالایی این درانوز اسم منه، تمومش کن. پاشو باید دهید. پس سفارشتون چی میشه؟ استیبه آقای نوواک، ژانت میشل هستم از اردوگاه. بله، باید برگردیم شرمنده. اون گفت روسه. من روزنامه نگارم، میخوام چند تا سوال ازتون بکنم. چی؟ نه، شما روسی ولی وانمود میکنید لهستانی هستین، چرا؟ آقای لابودا، خواهش میکنم. من تظاهر نمی کنم کس دیگه ای هستم. اگه چیزایی که من دیدم و می دیدی اون وقت می فهمیدی. شما چی دیدی؟ می فهم همون جور که می خوان منو بکشن، تورم می کشن. کی می خواد بکشده؟ همه شون می خوان. برش کن من بریم. استیو برش کن. خوبه. استیون بس. چی همراهش بود؟ یادم نمیاد. فقط لباساش، چیز دیگه ای نداشت. این کارو نکن. شنیدی که چی گفت؟ فکر نمیکنی اگه کسی میخواست بکشدش تا حالا کشته بود؟ اگه هویتشو ندونن نه. شاید تو ماجرای خودکشی ها دخیل باشه. لوبادا ممکنه خبر داشته باشه. بذار این کارو بکنم به خاطر خودم.
زبان لهستانی. شاید برای یه دوست نگهش داشتی. نه. روز. روز میلر تایپیستمون. خانوادش لهستانی هن. میتونه برام ترجمهش کنه. نه. لوبودا چی؟ اگه بفهمه گم شده بد میشه. اونجا همش یه چیزی داره گم میشه. خوبی؟ اگه فکر کنه کار منه چی؟ یکم سرشو گرم کن. فکر کردم این کارو به خاطر خودمون میکنی. به خاطر خودمونه. آخه ظاهرن میخوای همه خطراشو بندازی گردن من. چهبرو بده به من. باید این کارو بکنم. آقای اندروود تموم شد اون داستان فستیوال سیب. ممنونم، بازم زحمت دارم. هرچی باشه. میخوام اینو ترجمه کنی اگه تونستی از پدرت کمک بگیر. چی هست؟ نمیدونم، بازم بین خودمون بمونه. هرچه زودتر بهتر. استیون آندروود. استیون، انگار آب شده رفته زیر زمین. بازم ازتون معذرت میخوام سرکار. واقعیت اینه فرمانده که آقای لوبودا عادت داره ناپدید بشه. آقای نوواک هم کاملا در جریان. خیلی آدم درد سرسازیه. گاهی تخیلش باعث میشه آدم بهتری باشه. پیداش میکنیم. قضیه یک جعبه رو بهشون بگی؟ هنوزم فکر میکنی اشتباه کردم. نمیشم اینجوری غیب بشه. لهستانی ها دوباره بردنش. زودتر جاشو پیدا کن. صبح بخیر میبه. ریچارد هنوز داخله؟
دلم میخواست بدونه اینو از کجا آوردیم. چطور؟ گفت اینا خیلی با ارزشن و شما باید مراقب باشید. ممنونم. نمیفهمم چه اتفاقی داره میافته. چند دقیقه پیش قطار سر یه دوراهی وایساد. با گارد شوروی روبرو شدیم و دستور دادن پیاده شیم. اینجا جنگل بزرگیه. ما رو ریختن داخل ونای مشکی. فعلا نمیتونم بنویسم. باشگاه ارتشیان سابق لهستان. بله قربان، بفرمایید. میخواستم سرهنگ پتروفسکی رو ببینم. بله قربان، از این طرف. سرهنگ پتروفسکی، چیزی میل داری مراتون بیارم؟ اشکالی نداره؟ چرا یه روز دفتر خاطرات، نامه‌ها و یادداشت‌های شخصی سرباز جوان لهستانی که درباره اردوگاه لهستانی یا تو شوروی رو در اختیار داره و چرا فکر می‌کنه همه می‌خوان بکشنش؟ واقعا متوجه نمیشم شما چی میگید آقای اندرود. اگه اشکار نداره برم به کارم برسم. جعبه پیش منه، میخوام کمک کنم. نه آقای آندروود، شما داستان میخواید. بله، و اینجوری هر دومون به هدفمون میرسیم. باور کنین از دست شما کاری بر نمیاد. اگه واقعا میخواین کمک کنین جبه رو برگردونین. بذارین دو بودا رو ببینم. خدا حافظ آقای آندروود. سرهنگ، سرهنگ، پس من اینو میدم به مقامات و میگم از کجا آوردمش. دادم دفتر خاطرات و نامه ها رو ترجمه کردم. همرام بیایی. منتظر باشین. دستیارم میبردتون آقای لوبودا رو ببینید. پس میدونین کجاست؟ حقیقت رو که فهمیدید میتونید هر کاری دوست دارید انجام بدید، ولی من تا اینجاش هستم.
هر گونه دخالت یا اطلاعاتی راجع به این قضیه رو انکار میکنم و شما هم دیگه لوبودا رو نمیبینید. منظورم روشنه؟ اینجا ساعت 5 میایم دنبالتون. تنها بیاین. چرا باید بهتون اعتماد کنم؟ نکنین. پس میخوام با لوبودا مصاحبه کنم و میخوام ضبطشم بکنم. چرا؟ جبری که بگیرین دیگه هیچی ندارم. اشکالی نداره و اگه اشکالی نداره ترجمه آرام میبرم. ممنونم. هزینه ی خرابی رو خودتون باید بدین. کار کیه؟ پلیس. گفتن مشکوکن که شما کالای قاچاق تو خونه پنهان کردی. مسخره است، خودتونم میدونین. آه، متاسفم ولی با وجود رفت و آمدهای دیر وقت این چند وقته نمیتونم همچین چیزی بگم. تا جایی که میدونم اینجا هنوز خونه منه آقای اندروود. نتی، خواهش میکنم، معذرت میخوام. چی شدی؟ جعبه رو دزدیدن. پس قضیه تمومه. دارم میرم پیش لوبودا. میدونی کجاست؟ پیش پتروفسکیه. از کجا میدونی ازت نمیگیرنش؟ بهشون گفتم اگه بذارن ببینمش جعبه رو پس میدم. از کجا میدونی دروغ نمیگن؟ تو اصلا نمیدونی این آدم ها واقعا کیان. باید بفهمم. این موضوع به تو ربطی نداره. اگه اتفاقی برام افتاد ازت میخوام اینو بدی به پلیس. ولی
همینجا وایسا. بهم گفتن قابل اعتمادی، میتونم همه چیو بهت بگم. بله. جعبه رو تو بردی؟ بله. چجوری به یه دزد اعتماد کنم؟ قصد بدی نداشتم. تو روزنامه مینویسی؟ هر کاری بتونم میکنم. لطفا بشین. اسم من ایوان کریووزتسفه. خونم نزدیک اسمولنسکه، یه دهکده کوچیک به نام نوو بیاتوکی. اونجا بودم وقتی برای اولین بار اومدم. مردم میگفتن فنلاندیم، ولی دوست من کیزلف کلاهای چهار گوششون رو دیده بود. سربازای لهستانی، همشون لهستانی. هر روز اونا رو سوار چرنلیواران میکرد، ونهای زندان، و می بردن جنگ. چیویکا دستای سربازان از پشت میبستن و یه تناب دور گردنشون که اگه تکون خوردن خفه بشن. این داختنشون زیمی، یعنی رو زمین. اون وقت دستر میذاشتن پشت گردن. بعد نوبت به نوبت جسدشون میافتن توی گودال با صورت روی زمین. و از در برای گروه بعد کن میکرد بارها و بارها تا وقتی کار تموم میشد.
آلمان ها که اومدن، لهستانی هم همراهشون، زندانی ها مسیر و واسه تانک ها آماده می کردن. اول آلمان ها نگاه نکردن، فقط لهستانی نگاه کرد. بعدش من گفتم چی دیدم و حفاری رو شروع کردیم. از یه جسد کتاب و نامه برداشتم، یه مرد جوان. کجا بود؟ کجا این اتفاق افتاد؟ تو جنگل، تو کاچی. چند نفر؟ تا الان بیشتر از 4000 جسد، ولی تعداد مفقودی ها 3 برابر اینه. بیشترشون افسر، سرباز، وکیل، معلم، کشیش. استالین میدونست این آدم ها هرگز تسلیم قانون شوروی نمیشن. و لهستانی ها خوب میدونن اشغالگری نیروهای بیگانه چجوریه و اینا بهترین های لهستان بودن. با همه وجودشون برای آزادیشون مبارزه می کردن. استالین کشتشون تا لهستان هیچ وقت سر بلند نکنه. بریتانیایی ها خبر داشتن؟ حتما داشتن. بریتانیا و آمریکا فقط می خواستن این جریان تموم شه. می خواستن ارتش سرخ با آلمان ها تو جنگ باشه. می ترسیدن استالین با هیتلر سرخ کنه. حالا نیمی از اروپا زیر چکمه یه استالینه و کاری ازشون ساخته نیست و کشور منه که اشغال شده و هیچ انتقادی از استالین تحمل نمیشه. مردم من مردم خوبی هم. شما باید بدونید چه اتفاقی افتاد. باید قاتلا رو بشناسید. مدرک لازم داریم. دفتر خاطرات، نامه ها، مدرکی که نشون بده سال 1940 چه کشتاری توسط شوروی انجام شد. اما نه اونجوری که همه تصور میکنن توسط نازی ها. جعبه رو آوردیم؟ از اتاقم دزدیدنش. خواهش میکنم بله الان؟ چرا؟ باشه 5 دقیقه دیگه اونجا. چه بازی مسخره ای را انداختی؟ الان نصف شبه. خیلی مهم. امیدوارم باشه. میخوام ببینم کاتین کجاست. چطور؟ 1940 سربازای لهستانی رو بردن اونجا. باید بدونم چه بلایی سرشون اومده. پتروسکی بهت اینا رو گفته؟
نه. پس دو روزنامه ها بگرد. باید گزارش های رسمی رو ببینم. نمیتونم کمکت کنم، میدونی که تا وقتی تو این سمتم نباید با روزنامه نگارا رفاقت کنم، حتی روزنامه نگار درجه دوی دهاتی. جان خواهش میکنم، اینجوری قضیه خودکشی ها روشن میشه. بیشتر از 4000 سرباز لهستانی به قتل رسیدن. مرخص. قربان. آره آلمان بوده. نازی ها، بحثم نکن. تو خبر داری؟ این خبر رسمیه. آره ولی میدونی دروغه. من چیزی رو باور میکنم که بهم گفتن. پس سرتو میکنی تو برف و میذاری قصر در برن. این شغل منه. حالا برو خونه. جنگیدی که مردم رو از ستم آزاد کنی تا بتونن سرنوشتشون رو خودشون انتخاب کنن. میخوای وایسی و کاری نکنی؟ برو خونه استیون. سعی نکن چیزی بشی که نیستی. قبلا کردم. تو جنگیدی، من موندم. کاریو کردم که بهم گفته بودن. ولی اولین باره به چیزی اینقدر ایمان دارم. مثل بچه ها نباش. جنگ تموم شده. میخوای یه جنگ دیگه شروع کنی تا بیکفایتی خودتو تسکین بدی؟ خدا رو شکر کن که مجبور نبودی به جنگی. آره حق با تو. من نمیتونستم به جنگم به خاطر این. فیلیپ ادواردز، سوسیالیست سرخورده که تو کمبریج باش آشنا شدم. حالا تو بایگانی امور خارجه کار میکنه. اگه اونجا باشه پیداش میکنه. این برگه ی عبور منه. با این میتونی از نگهبانی رد شی. خودت که واردی. حالا دیگه برو. استیون، راجبه تصادف تقصیر من بود. میدونم ممکن بود بینایی تو از دست بدی. معذرت میخوام. یه مزرعه توی منطقه از اینا داره. دارم میرم لندن. اون ترجمه رو از خودت جدا نکن. نرو. مجبورم. استیو. تقصیر تو شد که همه چی به هم ریخت. با وجود همه ی این اتفاقات باید متوجه باشی که هنوز برام مهم. پس لطفاً بذار تو حال خودش باشه. این استیون توئه که داره زندگی رو برات سخت میکنه. اون پا تو کشید وسط، نه من. فقط بگو میخوای چی کار کنی. میدونم کجاست. درسته، باید بفهمی که این ماجرا دیگه فقط مربوط به تو آندروود نیست. خودتو درگیر موضوع خیلی حساسی کردی که ممکنه بهت آسیب بزنه. استیون تو خطره؟ اگه بهت گفته که اونا روسا رو کجا مخفی کردن باید بهم بگی. حالا ببین، هرچی میدونی و میگی و میتونی با آندروود ادامه بدی. تا وقتی کسی متوجه نشده منم چیزی راجع به این موضوع نمیگم. پروندهش بسته میشه و فکر نمی کنم هیچ کدوممون الان بخوایم تو زندگیمون رسوایی بار بیاریم. و به نظرم هر دومون تمام تلاشمونو میکنیم که این اتفاق نیفته.
تیمو جوش دیجات مینستیس موی دروژی اپریدوت اونا دنبالم میان نکتانی دیلیتی وایوان کار درست انجام بده اون وقت میتونی بری تو کی هستی؟ یه دوست یه هموطن الان اینجا وطنمه دلت برای مزرعه تنگ نشده؟ برای خونوادت؟ دوستات؟ این که بتونی به زبون مادری حرف بزنی؟ این زندگی تو نیست چیدن سیب زندگی کردن مثل یه زندانی تو یه اردوگاه پر از آواره یه دهاتی بیا خونه ایوان میدونی برای چی میگم برگرد؟ چون تو به اینجا تعلق نداری ببینم بعد از اون همه بلایی که فاشیستا سرت آوردن فکر کردی قهرمان شدی؟ مگه هر کی از دست فاشیستا قصر در بره قهرمانه بفرمایید من این بیانیه رو برات آماده کردم حقیقت رو نوشته این که به استنیا در تابستان 1941 تو اسمولنسک جاده سازی میکردن که آلمانا اونا رو گرفتن و کشتن یادت مجبور شدی خلاف میلت همراه نازی های ترسو عقب نشینی کنی؟ بگذاریم در نهایت اونا تونستن به اشتباه روسها و شوروی رو به این جرایم وحشتناک متهم کنن در حالی که مطمئنن کار خودشون بود نه این دروغه خودت هم میدونی که هیچ کس این حرف رو باور نمی کنه پس بیانیه رو امضا کن اون وقت آزادی بری برگردی خونه هر کاری خواستی بکن نه تو احمقی یه احمق بیمغز واقعا فکر کردی واسه کسی مهمی؟ فکر کردی واسه لهستانیا مهمی؟ تو حرفایی که میزنی واسه هیچ کس اهمیتی نداره هایت پارک، لندن بله با برادرتون تو اتریش خدمت کردم مرد خوبی یا آدرس و یه نقشه چیزی که میخواین خیلی محرمان است بایگانی شده بود اگر دقت کنید محل نشونه گذاری شده اوضاع دیگه مثل قبل نیست آقای آندر زمان جنگ میدونستیم چی کار باید بکنیم تقلا کردیم و پیش رفتیم بی چون و چرا
همه چیز یا سیاه بود یا سفید. اما حالا همه چیز بی‌معنی شده. از خودت میپرسی واقعا کی مسئوله؟ نوشیدنی مهمون من باشی؟ نه نمیتونم بمونم. هر موقع هر جا اگه کاری از دستم برمیومد. نه لطفا نگران نباشی، تلاش میکنم بی خاصیت نباشه. بعضی وقتا فکر میکنم نکنه تو همون بایگانی دفن بشه تا خرخره تو خاک، جوری که جنازه من پیدا نکنه. سلام منو به برادرتون برسون. موفق باشی. فرمانده آندروود، نیاز به اسکورت ندارین قربان؟ بفهم. طبق مدارکی که در اختیار ماست، نادیده گرفتن فرضیه گناهکار بودن روسیه بسیار محال است. اگر جرم روسیه اثبات شود، چطور می شود انتظار داشت نسل‌های بعدی لهستان در کنار روسا در صلح زندگی کنند؟ این سند بسیار خطرناک است. اگر به دست افراد غیر مجاز بیفتد، اثرات مخربی بر روابط ما با روسیه خواهد داشت. در خصوص عمومی کردن موضوع کاتین، ما به شدت محدودیت داریم، چرا که به روابط صمیمانه با دولت شوروی نیازمندیم و ارزیابی مدارک باید با ملایمت و به کندی بیشتری
به نسبت مسائل دیگری که در معرض قضاوت عموم قرار می‌گیرند انجام شود. در حقیقت ما ناگزیر از نام نیک انگلیس استفاده کردیم، همانطور که قاتلین برای پوشاندن کشتارشان از درختان مخروطی استفاده کردند. اجازه بدهید همیشه به این مسائل فکر کنیم و هرگز درباره‌شان صحبت نکنیم. هرگز صحبت نکردن درباره آنها نصیحت همیشگی من به دولت لهستان است. اما نیازی به این نصیحت نبوده. به نظر می‌رسد مصیبت و سکونت در این کشور و آنها آموخته که بهتر است موضوعات حساسیت برانگیز در زندگی سیاسی ناگفته باقی بماند. سرهنگ، من گزارش ها رو دیدم، مخصوصا گزارش اوون اومالی سفیر بریتانیا در لهستان. حق با شما بود، اونا میدونستن. ایوان کریگوزتسف مرده. دیروز آویزان از یک درخت، حوالی غروب. آقای اندروود، شک دارم هرگز به کسی این فرصت داده بشه که اون کاغذ رو ببینه. چرا زودتر مخفیش نکردی؟ به همون اجازه نداد. شما که جعبه رو برداشتی نظرش عوض شد. به صلیب سرخ نزدیک شد، به نیروهای ما در ایتالیا ملحق شد و با آقای نوواک آشنا شد. یه شب مست بود و لو داد که قبلا تو کاتین بوده. شر شد. هیچ کس دیگه ای به غرب نرسید. تنها کسی بود که وقتی شوروی دوباره اونجا را اشغال کرد تونست فرار کنه. مایه یه شرمندگی شوروی بود و شرمساری بریتانیا. آمریکا میخواست از بین بره. تو نورنبرگ بهشون نزدیک شد و اونا داشتن برش میگردونن به بخش روز. به کسی گفته بود این دیدینش آقای اندروود؟ مطمئنان از جانب من نیست. چی شد؟ به کی گفته بودی؟ معذرت میخوام.
متاسفم، اجازه نداریم. دستوره. با برادرم کار دارم. فرمانده آندروود منتقل شدم. صوت با میشل چی؟ اطلاع ندارم. شماره لطفا. بایگانی امور خارجه لطفا. وصلتون میکنم. بایگانی بفرمایید. فیلیپ ادواردز لطفا. منتظر باشین قربان. متاسفانه آقای ادواردز مرخصی هستن. کی برمیگردن؟ امرتون رو بفرمایید. قربان، قربان. روزنامه، روزنامه وستر پست، بیاین وستر پست بخرین، وستر پست، بیاین وستر پست بخرین، روزنامه، روزنامه. ممنون آقا. آقای همینتون وقت دارین؟ متاسفم استیون، ولی تو دیگه اینجا کار نمی کنی. ببخشید. فکرت عالی بود. سپردن فستیوال به تایپیز. حق داشتی. استعداد خوبی داره. واسه همینم از حالا به بعد کار شما رو انجام میده. اینم حقوق یک ماهه. میز تو خالی کن. من یه گزارش دارم. نمیخوام بشنوم. دولت بریتانیا داره روی قتل بیش از 15,000 نفر از افسران و مردان لهستانی توسط شوروی در سال 1940 سرپوش میذاره. اونا یه ملت رو فروختن. همپیمانان خودشونو. کشوری که مثلا به خاطر نجاتش جنگیدیم. این همه یه ماجرا نیست. همین دیشب آخرین شاهد کشتار رو همینجا به قتل رسوندن. توی بریستال. خب حتما قوه تخیل قوی داری. چی بهت گفتن فرانک؟ نفهمیدم چی گفتی؟ شغلتو از دست میدی؟ روزنامتو؟ بیا برو میشی؟ به حکم وظیفه ملی میهنی نمیتونی گزارش رو چاپ کنی؟ اگه فورا از اینجا نری اینم بندازنت بیرون. پولت واسه خودت. استعفا میکنم. شمایی آقای اندروود؟ من میخوام که همین روزا خونه رو بازسازی کنم. بنابراین ازتون خواهش میکنم اتاق رو تخلیه کنین. ولی از اونجا که من آدمی نیستم که کسی رو بندازم تو خیابون، چند روز بهتون وقت میدم که یه جای دیگه برای خودتون پیدا کنین. 2 هفته مناسبه، حتما موافقید؟ یه نفرم اومده دیدنتون.
فکر نمی کردم اینجوری بشه. چی کار کردی؟ استیون، فقط میخواستم تو در امان باشی. چی کار کردی؟ میسون ازم خواست حواسم به لبودا باشه و همه چی رو بهش بگم. بهش گفتی کجاست؟ چرا نگفتی میسون همچین چیزی ازت خواسته؟ فکر کردم کاری بهت نداره، نخواستم بدتر بشه. بدتر؟ اون مرده، آویزون از درخت پیداش کردم. میدونم، اگه میتونستم زمانو به عقب برمیگردوندم. فکر نمی کردم میسون بتونه همچین کاری بکنه، هنوزم باورم نمیشه. چه بلایی سر جان آوردن؟ فرستادنش لندن. نمیتونی ببینیش یا باهاش حرف بزنی. دارن تبعیدش میکنن. اینا رو بهش ندادم. دیگه به درد نمیخوره. از اینجا برو. استیون، نمیخوام ببینمت. جلسه دادرسی به نام پادشاه عالی‌قدر در شهر فلاکسبورتون در بخش سامرست در سومین روز از ماه نوامبر سال 1947 در حضور یکی از اعضای پزشکی قانونی مأمور از طرف پادشاه برای خدمت به بخش سامرست در خصوص مرگ ایوان کریوازرتسف معروف به مایکل لوبودا با توجه به بررسی جسد وی. شهود قسم یاد کردن؟ بله قربان. خب پس شروع میکنیم. به نظرم حدود 5 بود. از لانگ اورچرد می اومدم. میدونید اونجا کار میکنم و کنار پل راهن داشتم از مزرعه کورت هاوس برمیگشتم. اونجا اون آقا رو دیدم. از درخت آویزون بود. درخت سی. با یه تسمیه چرمی از ارتفاع 2.5 متری آویزون بود. ظاهراً متوفا بندو انداخته بود گردن خودش رو از درخت، رفته بود بالا، انتهاش رو به شاخه محکم کرده بود و پریده بود پایین. بازش کردیم و خوابوندیمش رو زمین. بدنش سرد و خشک بود. جسد رو گشتیم و توی کیف پولش 3 نامه پیدا کردیم که روی یکیش نوشته بود سرویس سری. ادامه بده. بعدش بردیمش سردخونه لانگشتون. خوب میشناختمش. از سال 1945 با هم دوست بود. آدم شادی بود. به کسی که بود و چیزایی که دیده بود میبالی. زیاد مشروب میخورد. ولی ظرفیتش هم بالا بود. هیچ دلیلی پیدا نمیکنه. چرا باید خودشو دار بزن؟ اون این کارو نکرد. بعد از بررسی مدارک موجود
و شهادت افرادی که سوگند یاد کردن، من به عنوان مأمور پزشکی قانونی سامرست از طرف دفتر پادشاه عالی‌قدر مسئول تحقیق دلیل مرگ مایکل لوبودا معروف ایوان کریپوزفزت اعلام میکنم که ایشان خودکشی کردن با حلق‌آویز کردن خود. این پرونده قانوناً مختوم است. مطمئنم رأی رو قبول نمی‌کنی. مجبورم قبول کنم. یه خودکشی دیگه که کسی دلش نمیخواد چیزی راجع بهش بدونه. نامه‌ای توی کیفش چی؟ به ما اجازه دسترسی ندادن. چرا نخوندنشون؟ ببخشید آقای آندروود، اما شاید اگر دخالت نمی‌کردین الان نیازی نبود بدونیم. ببینیم سرهنگ، متاسفم، ولی کاریو که فکر می‌کردم درسته کردم. کار درست؟ واقعا؟ هنوز اینو داریم. شهادت بدون شاهد ارزشی نداره. حتی اگه تو دادگاه پذیرفته نشه، میتونه در محضر مردم مطرح بشه. همینو میخواستین مگه نه؟ بله آقای آندروود، ولی کاری از من بر نمیاد. به ما گفته شده که هرگز و تحت هیچ شرایطی روزنامه ها اجازه ندارن این پرونده رو دوباره باز کنن. عذر میخوام، باید برم. حقش نبود. مرد خوبی بود. خیلی متاسفم سرهنگ، واقعا متاسفم. حق نداری از من دوری کنی. به خاطر این موقعیت سخت تو هم به اندازه من مقصری. تو کاری که فکر میکردی درسته رو انجام دادی، منم همینطور. این آخرش نیست. Thank you.
لحظه ای که استیون مرد، زندگی من هم برای همیشه تغییر کرد. تمام اعتقاداتی که داشتم با افشاگری های او از بین رفت و وظیفه خود دانستم که کار نیمه تمام او را به پایان برسانم. تا در نهایت گزارش استیون و شهادت مایکل لوبودا، آخرین شاهد مرگ سربازان بیشمار لهستانی در کاتین منتشر شود. مهم نیست چه میزان خطر داشته باشد یا زمان صرف آن شود. آنها فراموش نخواهند شد و شهادتشان تا ابد باقی خواهد. ببخشید سرهنگ، این همین الان از آمریکا برای شما رسیده. آخرین شاهد، حقیقت درباره کشتار کاتی. در سال 1990 گورباچوف رئیس جمهور شوروی تایید کرد که اتحاد جماهیر شوروی مسئول مرگ زندانیان لهستانی بازمانده از جنگ در سال 1940 در کاتین بود. در این مورد کسی تحت پیگرد قانونی قرار نگرفت. در سال 2012 مدارکی افشا شد که نشان می‌داد دولت ایالات متحده اطلاعات اثبات جرم شوروی را پنهان کرده بود. هیچ یک از دولت مردان بریتانیا هرگز علناً اتحاد جماهیر شوروی را به خاطر کشتار کاتین محکوم نکردند. این فیلم تقدیم می شود به 22,000 زندانی لهستانی جنگ که در کشتار کاتین به قتل رسیدند و به کسانی که در طی سالهای متمادی کشته شدند تا این حقیقت برای همیشه مدفون نماند.